خب در ادامه، همینطور که اطلاع دارید، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60، خانواده های خاوران، بیانیه ای تحت عنوان منشور دادخواهی منتشر کردند و با تأکید بر استیفای حقوق عزیزانشان و همدردی با همه داغدارانی که کسی را در زندان زیر شکنجه یا اعدام از دست دادند، خواهان محاکمه آمران و عاملان و دستاندرکاران حبس و سرکوب و جنایات آن دهه در یک دادگاه اصابه شد. این منشور 6 بند داره و مطالباتی رو بیان میکنه، از جمله لغو مجازات اعدام، که مجازات اعدام رو به عنوان قتل سازمان یافته حکومتی و همچنین عملی شنیع و غیر انسانی دونستند، آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، مختومه شدن پرونده های اتهامی تمام مخالفان و بازداشت شدگان و همچنین تضمین حق آزادی بیان، تجمع و اعتصاب. سوالی که مطرح میشه شیوا محبوبی این هستش، تأثیر این منشور بر جنبش دادخواهی در داخل و خارج از ایران چه هست و اینکه در مورد مطالباتی که ذکر شد چه نکاتی قابل ذکر؟ بله، خب به نظر من این قدم بسیار مهمی هستش از طرف این خانواده ها، مخصوصا که خانواده های جانباختگان به خانواده های خاوران مشهور هستند، جز یکی از اصلی ترین پایه‌گذاران جنبش دادخواهی در ایران در طول 44 سال گذشته بودند. بسیار مهمه و قابل پیش بینی بود، چرا که شما وقتی که نگاه میکنین در داخل ایران خواسته ها بسیار متشکل تر میشه، یک منشوری میاد بیرون، منشور مطالبات حداقلی از طرف 20 تشکل و به دنبال اون میبینیم منشور خانواده های دادخواه. یعنی شما وقتی نگاه میکنین این جنبش ها خیلی متشکلتر، خیلی متعینتر میشن و خودش رو در شکل چنین منشوری نشون میده. خاصیت داشتن این منشور در این هستش میتونین نیروها و احزاب تشکلهای بسیار زیادی رو به دور این منشور که مفاد بسیار مهمی داره جمع بکنین. و چیزی که خیلی مهم هستش، این منشور دادخواهی نه تنها خواستار محاکمه عاملین و آمرین جنایت ها میشه، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام ها میشه. دو نکته که در اون هست، اون هم خواستار آزادی داشتن تجمع و اعتصاب و همینطور آزادی بیان هست. این بسیار مهمه، چون اکثر در واقع تمام کسانی که دستگیر شدن اعدام شدن به خاطر این بوده، از حق ابتدایی خودشون تحصن آزادی بیان و غیره استفاده کردن و به خاطر اون دستگیر شدن. یعنی شما وقتی نگاه میکنین این منشور هم در یک جایی به منشور 20 تشکل یک ربطی داره و به هم مرتبط میشه، ولی خیلی طبیعیه در شرایط ایران جنبش های مختلف، شاید بگم جنبش های مختلف نیستن، عرصه های مختلف منشور های خودشون و برنامه های خودشون رو تدوین میکنن و میان میخوان جامعه رو به دور اون سازماندهی کنن. به نظر من در این حال مهمی این منشور این هستش یک صدای خیلی واضح و نوشته شده و مشخصی به این جنبش میده. مثلا حتی برای خانواده هایی که همین الان بچه هاشون در زندان هستن، خانواده هایی که همین الان بچه هاشون در زندان بهشون گفتن شما حکم اعدام دارین ولی حتی این حکم اعدام هنوز اعلام نشده، وقتی که نگاه میکنین این یک کمکی میکنه که صدا بده به این خانواده ها. منشوری هست، جمعی هست که فقط میخواد برای دادخواهی کار بکنه. نمونه اینو مثلا تو آرژانتین میبینیم، مثل مادران میدان مایو خیلی مشخص روی این مسئله دادخواهی کار میکنن. من فکر میکنم تمام تشکل ها، احزاب و افرادی که دادخواه هستن باید از این منشور حمایت بکنن و این منشور میتونه کمک بکنه در سطح بین المللی هم، فرض کنیم به خاطر مثلا گذاشتن سپاه پاسداران بر روی لیست تروریستی کمک کنه، چرا که این خونواده های دادخواه کسانی هستند که بیشترین ضربه رو از سپاه پاسداران در واقع متحمل